سلامی دوباره خدمت دوستداران سیمفونی. ما تو جلسه قبل یه کنترلر ساختیم و تا حدودی با کنترلر و روتینگ آشنا شدیم. اگه تون باشه برای اجرای فایل های سیمفونی ما مجبور بودیم همیشه برای یعنی که برنامه تو سرور مجازی ران بشه مجبور بودیم دستور سرور ران رو اجرا کنیم به این طوری که اومدیم اینجا میذاریم پیچ حالا برای اینکه از شر این دستور راحت شین و بتونین با وارد کردن URL به صفحتون دسترسی داشته باشید، اگر وامپ تو سیستمتون نصب داشته باشین میتونین یه ویرچوال هاست توی سیستم خودتون ایجاد کنید و از یه آدرس بدون اجرای این دستور برنامه‌تون اجرا کنید. به این طریق که رو لوکال هاست میرید توی ویرچوال هاست اینجا URL تون رو وارد میکنیم برای من اینجا میشه C64 سیمفونی پروژکت اسم دایرکتوری تونه مسیر دایرکتوری سیمفونی پروژکت 1 بعد اینجا یه IP تایید میکنیم مثلا 127.333 بلفرز بعد اینجا هم اینجا نام ویرچوال هاستتون بلفرز تست سیمفونی 4 بعد استورتو میزنید ویرچوال هاستتون ساخته شد اینجا البته میگه DNSتون رو ریستار کنید که حالا ما کلش رو ریستار میکنیم ویژوال هاست همونطور که میبینید با وارد کردن IP 127.3.3.3 میتونید بدون ران کردن برنامه تون خروجیتون رو بگیرید. سیمفونی از تمپلیت انجین تویگ استفاده میکنه برای بخش وی خودش. شما میتونید رو تغییر بدید ولی پیشنهاد نمیشه با همون تو این کار کنین خیلی کارتون سریع تر پیش میره. حالا اگه اطلاعات بیشتری هم در مورد این تمپلیت انجین میخواییم به دست بیارید میتونید به این صفحه مراجعه کنید تو سایت PHP1 و اطلاعات مربوط به اونو داشته باشید. کد استاندارد داره تبل نجیب توی که چون کد استاندارد رو تر تمیز بنویسید با استفاده از این تمپلیت انجین و حالا آموزش استفاده از توی در PHP تو پروژه قبلی یه چند تا نمونه براتون زدم که مثلا به طور مثال برای ارسال مقادیر به این تمپلیت انجین رو وارد میکنیم و تو قالب یه اری با استفاده از این سینتکس متغیر رو به تمپلیت انجین ارسال میکنیم. همونطور که دیدید برای چاپ مقادیر یا متغیرها از دوتا کلی بریس پشت سر هم استفاده میکنیم و برای استفاده از دستورهای
این تمپلیت انجین از کلیبریس و درصد استفاده میکنیم و برای کامنت هم که از یه کلیبریس و علامت هشتگ. تو تمپلیت انجین تو این میتونیم از فیلتر هم استفاده کنیم. این فیلتر های قابلیت خاصی با اون میده، مثلا به ما تو نحوه چاپ مقادیر یا انجام پردازش خاص توی مقادیر کمک میکنه. به طور مثال اگه اینجا از فیلتر لنت استفاده کنیم، لنت تعداد کاراکترهای متغیر نیمو برای ما نمایش خواهد داد. در استاندارد کد نویسی تو زبان توی توینگ بهتره که از اسنپ کیس استفاده کنیم برای ارسال پارامترها. مثلا اینجا ما اشتباه کردیم، از کمال کیس استفاده کردیم. بهتره که به این طریق استفاده کنیم که اصول رو رعایت کرده باشیم. مثلا الان باید ما اینو تست بعد دیگر دارم به حضورتون برای اینکه کارمون راحت تر کنیم. روتمون اینجا می نویسیم. همونطور که می‌بینید اولویت با تستی که اینجا بالای کنترل با انوتیشنی که بالای کنترلر نوشته شده، نه انوتیشنی که تو رو تنظیم شده. مثلا اینجا اگه کاکا بنویسید این ارور میده. شبیه بود بخاطر اون شد. حالا بعد میتونیم به کنترلمون اسم بدیم این اسم کنترل به این شکل استفاده میشه که مثلا ما اگه توی یه بخوایم یه لینک داشته باشیم، اینکه این کنترلرمون رو از نامش میتونیم اینجا استفاده کنیم، بعدش استفاده کنیم. خب
سی پاور استفاده کامپیوتیشن میکر اپلیکیشن استفاده همونطور که میبینید لینکمون دقیقا شد این کانتریبیو که اینجا تعریف کردیم. حالا چون این مثالمون زیاد خیلی نامحسوس شد برای نامگذاری فایلمون توی تویگم باید همون اسنک کیس رو استفاده کنیم. علی پیج دوگرنید با آدرس دهی توی سیمفونی آشنا شدید. پس به این طریق عمل میکنیم که پدر یه نامی به کنترلر اون قسمت نامش رو تعریف میکنیم و برای لینک دهی توی برنامه‌مون به این صورت عمل میکنیم که HF URL این همون نامی که اینجا تعیین کردیم لینک. این معلوم توی یه صفحه دیگه به این کنترل اشاره کنیم که تو این صفحه رو برای ما رو میکنه. بعد مورد بعدی که بهتون بگم دیتاست. یه متغیر که مقداری توشه دیتا
که میبینید نمیشه این دیتا رو به این شکل نمایش داد، میگه این دیتا قابل نمایش بود، بعد استرینگ اینجا فقط میتونم نمایش بدم. حالا یه میبری که میتونم این آبجکت دیتا ما برای نمایش دیتا تو سیمفونی از دیتایی استفاده میکنیم. تو سیمفونی منظور نیست، توی بعد عرضم به حضورتون اینجور با مورد بعدی میتونیم که این کجا رفت مورد بعدی برای ساختن URL دیدی که خیلی آسونه. حالا برای ارسال پارامتر به URL به این شکل عمل میکنیم که یه کلی بریس میذاریم، مثلا بالفرض اینجا میشه اسلاک پایینی درست کنیم، فکر کنم بهتر چون از این رایده میشه سبر کردیم اسلاک. نظر مطوری که ارسال می شود به اینجا فکر کنید و تو URL اونم باید اینجا مشخص بشه که پارامتر رو ارسال کنیم. یعنی حالا ما اگه این دستور رو اجرا بکنم پیغام خطا خواهد داده. میگیم مقدار اسپک مشخص نشده. ایران چاپ میشه. فقط توجهش به این اسپک دقیقا همین چیزی باید بشه که اینجا ما تعریف کردیم. اینجا اگه من اسمش رو عوض کنم دوباره پیغام خطا به همون خواهد داد. این مقدار تعریف نشد، حالا هر تعدادی که دلمون بخواد میشه اینجا پارامتر ارسال کنیم. مثلا دوباره نمیتونه باشنگ تر کنیم دوباره نظر باید اینجا پاس کنیم بخواییم سفرش کنیم ID.
بعدی و ایران چاپ شد. بعدی که پارس دیدیم ایران چاپ شد. حالا برای اینکه بتونیم فایل CSS و جاوا اسکریپت رو تو برنامه‌مون نصب کنیم، البته باید با اجرای دستور از فانکشن اسید توی بود توی پکیج اسید رو توی سیمفونی نصب کنیم تا بتونیم فایل های CSS و JS رو تو برنامه همون داشته باشم. این موضوع باید منتظر باشیم تا این پکیج رو سیستم نصب بشه. همونطور که داره نصب میشه، بعد این پکیج به شما کمک کنه که مسیر دهی به فایل های CSS و جاواسکریپت راحت تر بشه. به طریقای دیگه هم میتونید این کار کنید، ولی حالا چون پیشنهاد شده و راحت تر کار بهتر جلو میبرم، بهتره از این asset استفاده کنیم. ای بابا اینم سهولت ما هم که هیچی، بعد بیشتر منتظر بایسیم. و همونطور که تموم شد با پکیج اسید نصب شد، حالا توی تمپلیت نه پابلیک یه فولدر ایجاد میکنیم به نام CSS. فولدر CSS یه فایل به نام استارت ایجاد میکنیم. حالا نشان بشی میذاریم و تو برنامه خودمون
خب مسیر ایمون باید اپنو پابلیک رو بنویسیم. تغییر پیدا کرد. بعدش هر موضوعی تو برای مثلا نمایش تصویر این صورت هم رو بکنم بکنم فرس مثلا این تصویر رو تصویر ویژه خواهد داده بودیمون نمایش میده تو تمپلیت اینجوری توی تو سیمفونی میتونیم تمپلیتون رو قالب بندی کنیم که حالا این مدل به هم ریخته است که مثلا حالا استایل اون رو تو هر صفحه بیاریم. برای این کار حالا میتونیم یه قالبی بچینیم که مثلا تمام هدرها از یه قسمت دانلود بشه یا همین فوترها مثلا جاوا اسکریپت همش یه جا نمیشه بشه و تمام صفحات دیگه تکرار بشه. به طور پیش‌فرض base.html.tweak برای ما ایجاد میشه که به این شکله. مثلا این مقدار ویلکام رو همونطور که میبینید اینجا نمایش میده. حالا ما مثلا میخواییم توی تمپلیتمون استفاده کنیم از این base.html به این صورت استفاده میکنیم که تمپلیتمون اکستند میکنیم از خب میگه بلاکش این بلاکش نذاشتیم و اینجا ما باید نبخشید اینجا باید از این بلاک استفاده کنیم.
هر دستی باز میده کنیم و ببندیش ببندینش اینجا مثلا از اون بیس خوند اون بیس اضافه شد مثلا ویلکام اومد حالا به جایی که مثلا اینجا لینک همون رو اضافه کنیم اینجا از بیس میخوند حالا میتونیم بعضی از چیزها رو هم مثلا اینکلود کنیم یه طوره مثلا میتونیم برای یه صفحه مثلا این تایتل اون رو عوض کنیم به این شکل عمل میکنیم که الان مثلا بخواییم اگه برای یه صفحه این رو عوض کنیم میتونیم اینجا این چون از دستورات خود بلینگ استفاده میکنم از درس اگر خالی باشه که همون قبلی رو نمایش میده اینجا استفاده شده حدش داشت این اگر اینجا استفاده شده باشه که دیگه تعریف نشه تو صفحه که همین مقدار رو نشون میده ولی اگه مثلا مقدارش رو تنیم کنیم اگر اینجا مشخص کنیم یعنی مقدارش تغییر بدیم مقدار جدیدی نوش میده اگر نذاریم که اصلا اون مقداری که بیس تاش چی شده استفاده میشه تعریف شده این خیلی توی بحث حالا درست کردن پیج بسیارت تو بحث سئو خیلی کاربردیه برای اینکه حالا مثلا بعضی از صفحات میدونی که حالا اگه قبلا تجربه وب داشته باشید میدونی که بعضی از صفحات تکرار میشه مثل فوتر، هدر، یه چیزای دیگه حالا برای اینکه ما اون صفحاتی که تکرار میشه رو به صورت اتومات به وبسایت اون اضافه کنیم به این شکل عمل میکنه مثلا فرض کنید فوتر رو تو تمام صفحات تکرار بشه حالا یه جوری بیاره بشه تو صفحه برای که این صفحات رو بیاریم به این شکل عمل میکنیم که بدا یه فولدر مثلا به اسم اینکلود بعد برای اینکه این فایل رو توی صفحه همون اینکلود کنیم از این دستور زیبا و
خوشگل استفاده زیبا استفاده میکنیم. include header dot h این صفحه همون که این باشه توی صفحه علی پیج اینکلود شو. حالا بهتر، حالا تو گزینه های بعدی بهتون میگم میتونید حتی اینجا پردازشش مثلا جدا باشه، بعد اون پردازش انجام بدید بعد نتیجه رو اینجا اینکلود کنید که حالا با عمرش بعد دیگه فرصت شد اگه ادامه دار بود بتونم عمرش بدیم خیلی کار بردیم. مثلا تو منوها منو جای دیگه پردازشش انجام میشه، اینجا اینکلود میشه. ولی حالا مثلا چیزای ثابتتون میتونید اینجا انجام بدید، مثلا بیا هدری چیز بیاری ثابت. خب تا اینجا آموزش فعلا فکر میکنم تقریبا همه چیز بهتون گفتم، البته نه همه چیز. اسمی که سایت خودم چی نوشتم، جنرال دیتا انفور، اون که فورو کار کردیم. بهتون بگم شرط نمیشه، مثلا فرض میکنیم اینجا کار با اره، مثلا یه اره میسازیم اینه، من خودم خیلی از این استفاده کردم. بعد توی قسمت ایندکس اینجا بود، اینجا هم میذاریم نمایش میده. آها اینجا چطور رو باید بوده انجام ایندکس رو باید متفاوت باشه که اسمش مشخصش. خب اینجا میتونیم از این فیلتر تو برنامه اون استفاده کنیم و حالا به طور مثال
تصویر ایف هم میگیریم که میگیریم اگر ایف ترانسش فقط مقداری که حالا بزرگتر از 12 است، کوچکتر از 12 است و به ما نمایش، بزرگتر از 12 است و به ما نمایش. و حالا مثلا یه نمونهش بود، اگه بخواییم برنامه جمع جوری تر بشه به این شکل ایفمو اینجا بنویسیم. حالا مثلا بخوایم اگه تو دست تو تمپل اینجا تو این عکس یه حلقه رو به تعداد مشخصی اجرا کنیم، از فور به این شکل استفاده میکنیم که فور بجای مقدار حتما میدونید تو خیلی از پردیش خاصی انجام بدید. خب دیگه فکر کنم همه چیز رو تقریبا لیتون بودم، لیاتی که گفتم بلاک بکنم اون حدی آشنا شدید که بتونید از تمپلیتی توی کالا استفاده کنید. برمیشه میتونید با مراجعه به وبسایت اون چیزی خاصش هم ببینید. برای امروز کافیه. حالا تو آموزش بعدی فکر میکنم بریم برای کار با دیتابیس و دکترین و مسائل دیگه. خسته نباشین، خدا نگهدار.